سلام به همه بچه کانال نوت، ابوذر اسداللهی هستم. تو این ویدیو میخواییم به بررسی گام شور بپردازیم و ببینیم اصلا چطور ساخته میشه گام شور ایرانی. بعد میخواییم این رو پیاده کنیم به صورت گام شور تعدیل شدهش روی پیانو که ببینیم به چه صورتی میشه این رو ساخت و مقایسه‌ای داشته باشیم با گام مینور و ببینیم چه رابطه‌ای با بقیه گام‌ها داره. اگه همچین محتوایی رو می‌پسندین کانال رو سابسکرایب کنید و حتما لایک کنید و کامنت رو هم فراموش نکنید. بچه ها بریم اول اینکه بگیم به چه صورتی ساخته میشه. به این بچه ها، این من از لامینور شروع میکنم و میخوام به گام شور برسم. خب این گام شور، گام مینور هستش. لامینور بریم پرده، نیم پرده، 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 نیم پرده، پرده، پرده. گام شور اگه ما بخوایم همین فواصل رو بریم، به این بچه ها این ما این اول نوت لا رو داریم، بعد به این فاصله دومش روب پرده میاد پایین تر. روب پرده میشه همون 50 سنت. خب حالا ببینید این الان فاصله دومش که نوت سی هست، یک روب پرده میاد پایین به این صورت. خب فاصله اون یکی فاصله اش به این نیم پرده بوده. اگه اون روب پرده اومده باشه پایین، این الان فاصلهش دیگه نیم پرده نیست. فاصله بین این دوتا نوت دیگه نیم پرده نیست. نیم به اضافه یک چهارم میشه دیگه، چون این یک چهارم اومده پایین، یک چهارم یک پرده اومده پایین. خب پس این میشه 3/4 دیگه. بعد بقیهش هم شبیه همون گام لامینور هست. خب یعنی در اصل به این صورت شد. پس به این صورت گام لامینور رو اول میایم میسازیم، بعد دومش رو روب پرده که بیاریم پایین تر. به زبان ساده دیگه کاری به این که این مثلا فاصله اولی که یک پرده بوده منها یک چهارم شده، اون یکی نیم پرده بوده اون به علاوه یک چهارم میشه. گام لامینور رو زبان ساده گام لامینور رو میسازیم، فاصله دومش رو روب پرده که بیاریم پایین میشه همون گام شور ایرانی، که تفاوتش هم حالا من یه دونه اینجا پیانو هم باز کنم که تفاوت حسش رو با گام لامینور اگه مقایسه کنیم. ببین بچه ها این لامینوره، ولی اگه همین رو بخوایم تو شور بزنیم خب میبینیم که خیلی تفاوت احساسی با هم دیگه دارن. خب حالا ما اگه بخوایم گام شور رو با گیتار بزنیم، گیتارمون که نمیشه روب پرده بشه. اگه یه پیانویی داشته باشیم، یه پیانوی که نشه روب پردهش کرد، یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که میان و
گام شور تعدیل شده رو میسازن. گام شور تعدیل شده چیه؟ گام شور تعدیل شده به جای این که این فاصله رو ربع پرده بیارم پایین، ببخشید، به جای اینکه این فاصله رو فاصله دومش رو ربع پرده بیارم پایین، نیم پرده میارم پایین، یعنی به این صورت. یعنی به جایی که این باشه، ببخشین من بیام رو این، به جایی که این باشه این میشه. این شور تعدیل شده است، این هم شور اصلیه. میبینی که خیلی با هم تفاوت دارن، ولی خود دیگه میان این کار انجام میدن که بشه با گیتار یا پیانو یا بقیه سازها بشه این آهنگ ها رو نواخت. خب بچه اگه توجه بنمایید میبینید که این همون مد فریژیانی هست که من تو آموزش قبلی بهش اشاره کردم. یعنی شور تعدیل شده مساوی است با همون گام فریژیان. حالا بیایم با هم یه آهنگم بررسی کنیم که تو گام شور تعدیل شده ساخته شده و با هم آکوردهاشو بررسی کنیم. اگه میخوایم ببینیم که فریژیان چی هست و به چه صورتی هست و چه رابطه‌ای با بقیه گام‌ها داره و این داستانا، برین آموزش قبلی رو ببینید که کامل اون رو توضیح دادم. خب اینجا این گام فکر کنم اصلیش سول بوده، حالا من آوردمش رولا که خیلی راحت با هم دیگه بتونیم بررسی کنیم. آهنگ قوقای ستارگان آقای محمد اصفهانی، البته اینو خیلی ها خوندن، ولی خب حالا ما میایم این رو می نوازیم. من اینو جا به جاش کنم، این خیلی داره برخورد میکنه به میکروفونم. خب بدتر شد، خدا رو شکر. خب بچه ها ببین، آکورد اولش لا مینور هست، میگه که امشب در صداشو زیاد کنم، امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم. یه بار دیگه، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم. خب حالا تو آموزش قبلی گفتم چی؟ گفتم واسه اینکه اون حس همون فریژیان رو داشته باشه، آکوردهایی که استفاده میشه واسه اینکه بتونیم محور سازی کنیم، این آکورد اومده آکورد لا مینور رو گرفته، سول مینور. ببینید اینا ما تو گام لا مینور سول ماژور رو داریم، ولی این اومده، گفتم که ما از این نوت دیز استفاده میکنیم واسه اینکه مود فریژیانمون رو بسازیم، یا همون گام شور تعدیل شده. دیگه اینجا سولمون ماژور نیست، سولمون مینوره. پس شد امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم،
بعد میاد رو آکورد سی بمول ماژور، اومده رو اینا فضاسازیشو انجام داده. مثال های زیادی هست که از گام شور تعدیل شده استفاده شده، خیلی آهنگ های زیبایی هم میشه داخلش ساخت. و اینکه آهنگ های پاپ زیادی هست، این آهنگ هم هست که از شور تعدیل شده استفاده شده. حالا یه هویی نیاین مثلا بچه ها بیان چرا تو گام لامینور ما آکورد سول مینور رو داریم، خب این همون گام شور تعدیل شده است که سولش مینور میشه. محورسازی هم گفتم که رو بیشتر رو آکوردهایی که تغییر پیدا کرده اینجا مانور میده. ببین بچه ها، باز ما اینجا اگه توجه بنمایید مثلا می دیمینیش نداریم، فا نداریم، به خاطر اینکه اگه اینا رو بچه ها بزنیم همون حس گام رمینوره ایجاد میشه. ببین بیشتر توجهش رو سول، لا، لا دیز. ببین یه دو آورده که آهنگ ابی قبلی هم که با هم بررسی کردیم باز اونم دو داشت داخل داستان. حالا اینا رو ببینید بچه ها، اصلا آکورد فا یا می داخلش وجود نداره، به خاطر اینکه اگه این آکورد ها نواخته بشه ذهنیت به همون سمت گام رمینوری که باز تو آموزش قبلی توضیح دادم دیگه اون حس فریجیان رو نمیده، حس شور تعدیل شده رو نمیده اگه به سمت این آکوردا بریم. یعنی اگه ما بریم به سمت این آکورد فا ماژور و آکورد می، ببین اگه ما این دوتا رو استفاده کنیم باز حسه میره به سمت اون حس گام رمینور، به خاطر همین نمیان اونا رو بزنن، بیشتر رو همینا مانور دارن، مانور رو همین هست. مثلا دو ماژور هم استفاده میشه، رمینور هم استفاده میشه. تو آهنگ ابی قبلی هم که دیدیم رمینور رو دو ماژور استفاده شده بود. بچه امیدوارم که از این آموزش تا اینجا لذت برده باشین. اگه یه همچین محتوایی رو میپسندین کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بزنید. من گوشی مرتب داره زنگ میخوره. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.